سازمان بشر دوستانه SOS مدیترانه میگوید که سیاست های محدود کننده ایتالیا مانع از نجات مهاجران شد که در اوایل ماه جاری در اثر واژگونی یک قایق کشته شدند. در زمانی که از وجود این قایق در شرایط سخت خبردار شدیم، کمی پیش از غرق شدن آن، بیش از 12 ساعت با آنها فاصله داشتیم و به هر حال هیچ ارتباطی برقرار نشد. طبق مقررات حقوق بین الملل دریایی، ناخدا احساس میکرد که موظف است مداخله کند. بنابراین باید از مقامات درخواست هماهنگی میکرد تا بتواند عملیات را آغاز کند. اما ما از این موضوع خبر نداشتیم و واقعیت این است که هیچ عملیات نجاتی توسط مقامات ذی‌صلاح هماهنگ نشده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش می‌دهد که حداقل 61 مهاجر از جمله زنان و کودکان در پی غرق شدن کشتی در سواحل لیبی در 14 دسامبر جان دادند. به گفته بازماندگان این قایق با حدود 86 سرنشین از سواحل لیبی خارج شده بود. اگر اوشن وایکینگ در منطقه عملیاتی باقی مانده بود، همانطور که به طور معمول اتفاق می افتاد، با در نظر داشتن اینکه ما یک کشتی با ظرفیت بیش از 400 نفر هستیم و فقط 26 سرنشین داشتیم، می توانستیم در محل بمانیم، در دسترس باشیم و سپس برای نجات این افراد اقدام کنیم. خانم تورینو از سازمان اوشن ویکین میگوید که 26 نفر را در سواحل لیبی در 13 دسامبر نجات دادند. ثانیاً سیاستی که این دولت همچنان از اواخر سال گذشته در مورد بنادر دوردست اجرا می کند این است که بار دیگر دریای مدیترانه را از هر گونه امکان نجات، یعنی کشتی هایی که قادر به انجام عملیات نجات هستند، خالی کند. Sempre messa in atto da questo governo a partire dalla fine dell'anno scorso dell'assegnazione di porti distanti. دریای مدیترانه که فاقد ظرفیت نجات است، پناهجویان را بیشتر در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد و این دقیقاً همان چیزی است که متأسفانه در 14 دسامبر اتفاق افتاد. آژانس پناهندگان سازمان ملل می‌گوید که در سال 2023 2731 نفر در هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده یا ناپدید شدند.